ورود ارتش اکوادور به زندان‌ها، اروپا بار دیگر صحنه افزایش کووید، آینده اردوغان در ترکیه، وضعیت قبنات کودکان در افغانستان، برای اولین بار یک مهاجر با جت اسکی به بریتانیا آمد، اینها بیشتر همه در روزنامه‌های جهان. سلام. در اکوادور رئیس کل ارتش استعفا کرد. واکنش به درگیری‌های مرگبار بین باندهای تبهکار در زندان‌ها که در این یک ماه نزدیک به 200 کشته به جای گذاشته. وقایعی که دولت رو برون داشته تا تدابیر بی‌سابقه‌ای به کار بگیره. اکسپرسو در خبر اصلیش تیتر زده دولت بالاخره تصمیم گرفت ارتش رو در داخل زندان‌ها مستقر کنه. به نوشته روزنامه سربازان در کنار پلیس در بیرون و درون زندان‌های اکوادور جای می‌گیرند. اکوادور زمانی راه ترانزیت برای قاچاق مواد مخدر بود، حالا خودش به یک مصرف کننده هم تبدیل شده و باعث افزایش خشونت بین باندهای تبهکار شده. گیرمو لاسو رئیس جمهوری شخصا مسئولیت هماهنگی نیروهای امنیتی رو به عهده گرفته. ما می دونیم که اکوادور از طرف مافیای قاچاق مواد مخدر با یه تهدید جدی خارجی مواجهه. همون مافیایی که سعی داره کنترل زندانهای کشور رو به دست بگیره و صلح و آرامش خیابونها و شهرهای ما رو از بین ببره. من شخصا هماهنگی نیروهای مسلح در سطح ملی رو بر عهده خواهم گرفت. در حال حاضر امنیت عمومی اولویت اول این ریاست جمهوریه. در بریتانیا صفحات اول تقریبا همه روزنامه‌ها به انفجار بمب در شهر لیورپول اختصاص داده شده. تایمز هم عکس عماد جمیل سوالمین رو انداخته. مرد 32 ساله سوری تبار با عنوان بمبگذار پناهجویی بود که مسیحی شده بود. او وقتی در تاکسی نشسته بود بمب دستسازش منفجر شد و جانش را از دست داد. راننده تاکسی با جراحاتی مختصر موفق به فرار شد. به نوشته روزنامه عماد سوالمین 6 سال پیش به بریتانیا آمده بود و درخواست پناهندگیش رد شده بود که تصمیم میگیره مسیحی بشه. بریتانیا سطح تهدید امنیتی رو از قابل توجه به شدید افزایش داده. دولت بریتانیا هر روز داره مردم رو تشویق میکنه دوز تقویتی رو هم تزریق کنن، کاری که به نوشته تایمز حتی میتونه باعث بشه مردم از محدودیت‌های مسافرتی اجتناب کنن، چون با افزایش موارد ابتلا به کووید در اروپا به ویژه در آلمان، اتریش و هلند حالا واکسینه شدن کامل یعنی 3 دوز واکسن. بوریس جانسون نخست وزیر از مردم خواست کنار ننشینند. خواهش میکنم برید این دوز سوم واکسن رو بزنید، چون بی‌نهایت غم انگیز اگر قرار باشه بعد از این همه سختی که کشیدیم افرادی که دو بار واکسن زدن به شدت بیمار بشن یا حتی جونشون رو از دست بدن، اون هم به این دلیل که با نزدن دوز تقویتی سوم اجازه دادند ایمنی حاصل از دوزهای قبلیشون تضعیف بشه. افزایش موارد کووید باعث شده تا لوفیگارو فرانسه این سوال رو بپرسه که چرا اروپا بار دیگر شاهد بازگشت همه‌گیریه. مقاله میگه با فرارسیدن فصل سرما انتظار میرفت که سرایت ویروس شدت بگیره، اما چرا موارد ابتلا به کووید در اروپا در بعضی کشورها بیشتر بوده و در بعضی کمتر؟ برای مثال فرانسه و کشورهای جنوب اروپا کمتر شاهد افزایش ابتلا بودن. اسپانیا با 80% میزان واکسیناسیون، پرتغال با نزدیک به 90% واکسیناسیون جلوی موج تازه مقاوم بودند. در مورد فرانسه روزنامه معتقد میزان بالای واکسیناسیون و صدور گواهی سبز برای ورود به اماکن عمومی در این پیشگیری موفق بوده، اما اضافه میکنه این به معنای پایان همه‌گیری نیست، چون میزان تاثیرگذاری واکسن ها رو به کاهش و نیاز به تزریق های دوز دوم، دوز تقویتی رو به افزایش. از کارشناسان هم نقل میکنه که مردم باید تدابیر غیر دارویی رو همچنان رعایت کنن، مثل زدن ماسک در اماکن سرپوشیده. لوفیگارو رئیس جمهوری ترکیه را در وسط صفحه قرار داده. با عنوان پس از 18 سال زمامداری اردوغان دچار فرسایش قدرت شده. به نوشته روزنامه با اینکه رجب طیب اردوغان هنوز در تلاش تا خودش تنها حاکم ترکیه باقی بمونه، اما مشخص بار مشکلات داره بر دوشش سنگینی میکنه. اقتصادی که شکوفا بود و حزب عدالت و توسعه را در قدرت نگه می‌داشت حالا به او پشت کرده. ارزش لیر در 3 سال نصف شده. تورم به 20% رسیده و بیکاری حدود 15%.
در داخل هر تصمیمی فقط با تایید او گرفته میشه. در خارج سیاست نظامیگری و ماجراجویی که پیشه کرده باعث ایجاد تنش با کشورهای زیادی شده. به نوشته روزنامه وضعیت سلامت آقای اردوغان هم زیر سواله. به رغم ویدیوهای تبلیغاتی از بسکتبال بازی کردنش، لوفیگارو میگه خستگی مفرط رو میشه به وضوح در او دید. اطرافیانش از ضعیف شدنش میگن و حواس پرتی و حتی فراموشکاریش. اگرچه مقاله معتقده نمیشه آینده سیاسی آقای اردوغان رو پیش بینی کرد، چون او ثابت کرده برای ماندن در قدرت حاضر یک شبه سیاست‌هاش رو در قبال قدرت‌های جهان تغییر بده و در داخل ترکیه هم مسیر بین یک محافظه‌کار اسلامگرا تا یک ملی‌گرا رو به راحتی طی کنه. امارات متحده عربی تلاش میکنه با اصلاح قوانین کشور رو بیشتر از گذشته آماده جذب سرمایه و استعداد کنه. حالا به گفته خلیج تایمز وضع قوانین تازه کار برای حفظ استعدادها. به نوشته روزنامه هدف ایجاد فضای کار قابل انعطاف و رقابتی در بخش خصوصیه. شرکت ها میتونن قراردادهای بلند مدت رو کوتاه کنن یا قراردادهای پاره وقت امضا کنن، اما حقوق پرداختی به زنان و مردان برای کارهای مشابه باید همسان باشه. مرخصی زایمان به 2 ماه افزایش پیدا میکنه با 45 روز حقوق کامل و پس از پایان قرارداد کارکنان مجبور به ترک کشور نخواهند شد. شرایط افغانستان با نزدیکی زمستان داره وخیم‌تر میشه. گفته میشه فقط 5% جمعیت غذای کافی دارن. تایمز در مقاله با عنوان پدر مادرهای افغان درمانده از گرسنگی مفرط کودکانشان از اوضاع حاد این کشور گفته. از شرایط کودکانی که در بیمارستان بستری هستند و فقط پوست و استخوانی ازشون باقی مونده یا بدنهاشون به خاطر سوء تغذیه ورم کرده و از بیمارستانهایی که به زودی باید روی هر تخت به دلیل کمبود جا 3 کودک رو بخوابونن. معاون وزارت بهداشت طالبان سازمان ملل و دولت‌های خارجی رو مسئول دونسته. چطوری خدمات ارائه کنیم وقتی منابع خارجی محدود شده و سازمان‌های بین‌المللی کمک‌های خود را قطع کردند؟ وقتی بانک جهانی، اتحادیه اروپا و آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا به وعده‌هایی که به مردم افغانستان دادند عمل نمی‌کنند، کار برای ما غیر ممکن میشه. در این میان ارسال 50,000 تن گندم اهدای هند به افغانستان از راه پاکستان در بلا تکلیفی به سر می برد. حدود 2 ماه پیش بود که دهلی اعلام آمادگی کرده بود، اما نیویورک تایمز در مقاله با تیتر هند آماده فرستادن گندم به افغانستان برای کاهش و بحران گرسنگی اما در انتظار تایید پاکستان نوشته، برخلاف وعده عمران خان نخست وزیر پاکستان، هندی‌ها باور دارن اسلام آباد عمدن اجازه نمیده 5,000 کامیون با معموله گندم و دارو وارد افغانستان بشه. تا اینکه همین امروز به نوشته بزنس استاندارد هند، پاکستان موافقت کرده کامیون‌ها از خاک پاکستان وارد افغانستان بشن. ورود روزانه مهاجران از راه کانال مانش به بریتانیا همچنان رکورد میشکنه. حتی با وسایل نقلیه جدید، برای اولین بار اینطور که دیلی میل میگه، این بار یک مهاجر با جت اسکی از کانال عبور کرده. به نوشته روزنامه گارد ساحلی، این مرد رو که با جت اسکی از کانال مانش به جنوب انگلستان رسیده بود رو در سواحل کنت پیدا کردن. پنجشنبه گذشته فقط در یک روز 1,200 مهاجر با عبور از کانال به بریتانیا آمدند. رکورد قبلی نزدیک به 900 نفر بود هفته قبلش. شمار زیادی از اونها از ایران، عراق، سوریه، افغانستان و کشورهای آفریقایی هستند. در این میان لندن و پاریس همچنان انگشت اتهام رو به سمت دیگری نشانه میدن. وزیر کشور فرانسه میگه پاریس کیسه بوکس لندن نیست. اول از همه ما از دوستان بریتانیاییمون که متحدانمون هم هستن درس نمیگیریم، اما مایلم به اونها یادآوری کنم ما نه با قاچاقچیا همکاری میکنیم نه دستیارشون هستیم. اونطوری که ما میبینیم این قاچاقچیا بیشتر اوقات از داخل بریتانیا فعالیت میکنن. مهاجران برای چی به کاله میرن؟ برای اینکه به بریتانیا برسن. چرا؟ چون بازار کار بریتانیا مدیون ارتشی از کارگران ذخیره است که میتونن اونجا کار کنن. البته مهاجران دلایل دیگری هم دارن برای آمدن به بریتانیا، ولی تایمز میگه بعضی بر این باورن که فرانسه به مهاجران اجازه عبور میده تا بریتانیا رو بابت خروج از اتحادیه اروپا تنبیه کنه.
به نوشته روزنامه بعضی اعضای کابینه بریتانیا معتقدند وضعیت بهتر نخواهد شد چون فرانسه داره به انتخابات ریاست جمهوری نزدیک میشه و استراتژی امانوئل مکرون تنبیه لندن برای برگزیت و خودی نشان دادن. گرچه در بریتانیا هم بعضی دولت رو مقصر میدونن که استراتژی مشخصی نداره. اینم کاریکاتور تایمز که پریتی پتل وزیر کشور رو نشون میده در قایقی با موتور جانسون با پرچم بریتانیا که نوشته فرانسه رو سرزنش کن. متشکریم که نگاه روز رو با ما تماشا کردید. قرار ما فردا. اینم تصاویر روز. We'll be right back.